فرانسه یکی از کشورهای اروپایی است که مهاجر در آن وجود دارد. مهاجرانی که با تحمل سختی‌های فراوان خود را به این کشور می‌رسانند تا از مشکلات موجود در کشورهایشان رهایی یابند، اما غافل از اینکه از برزخ خارج شده و وارد جهنم می‌شوند. نقض حقوق مهاجرین به ویژه مسلمانان به حدی در فرانسه افزایش یافته که صدای اعتراض و انتقاد مقام‌های بین‌المللی را نیز برانگیخته است. همکارم فاطمه موسوی گزارش می‌دهد. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در جلسه ای از نقض حقوق مسلمانان و مهاجران در فرانسه با توهین نژادی و خشونت پلیس انتقاد کرد. سازمان ملل متحد در جلسه ای که توسط شورای حقوق بشر این سازمان برای بررسی سوابق فرانسه در این زمینه برگزار شد، پاریس را به دلیل نقض حقوق مسلمانان و مهاجران، توهین نژادی و خشونت پلیس مورد انتقاد قرار داد. چندین کشور از جمله تونس از فرانسه خواستند تا تلاش بیشتری برای مبارزه با خشونت و تبعیض نژادی انجام دهد. نماینده آمریکا در این باره گفت: ما به فرانسه توصیه می‌کنیم که تلاش‌های خود را در مبارزه با جنایات و تهدیدهای خشونت‌آمیز با انگیزه نفرت مذهبی مانند یهودی ستیزی و نفرت از مسلمانان تقویت کند. برزیل و ژاپن رفتار نژادی توسط نیروهای امنیتی را محکوم کردند، در حالی که آفریقای جنوبی از پاریس خواست تدابیری اتخاذ کند که از بی‌طرفی تحقیقات توسط نهادهای خارج از پلیس در مورد همه حوادث نجات پرستانه مربوط به پلیس اطمینان حاصل شود. ایزابل روم، رئیس هیئت فرانسوی و وزیر حقوق زنان و برابری جنسیتی، مستقیماً به این انتقادها پاسخ نداد، اما نجات پرستی و یهود ستیزی را سم برای جمهوری توصیف کرد. از سوی هیئت‌های چندین کشور از جمله سوئد، نروژ و دانمارک به خشونت پلیس فرانسه در جریان عملیات امنیتی به ویژه در تظاهرات‌های اخیر اشاره کردند. امری که حتی در خود فرانسه نیز با انتقادات گسترده‌ای مواجه شده است. در جلسه ای که به پاسخهای هیئت فرانسوی اختصاص داشت، سابرین بالیم، مشاور حقوقی در وزارت کشور فرانسه، با اشاره به مجازات متخلفان گفت که استفاده از قدرت در یک چارچوب سختگیرانه است. وی ادعا کرد اعضای نیروهای امنیتی ملزم به پوشیدن نشانه هایی با شماره شناسایی فردی هستند تا اقدامات آنها قابل ردیابی باشد. فاطمه سادات موسوی، اخبار شیعه. در همین راستا سراج الدین میردامادی خبرنگار ساکن فرانسه با ما همراه هستند. آقای میردامادی سلام، وقت شما بخیر. سلام و عرض ادب و ارادت خدمت جناب عالی و مخاطبان شبکه امام حسین علیه السلام و اخبار شیعه، در خدمتتون هستم. زنده باشید. نقض حقوق مهاجرین به ویژه مسلمانان در فرانسه به حدی زیاد شده که صدای انتقاد مقام‌های بین‌المللی را نیز برانگیخته. لطفاً کمی در این مورد برامون بگید. بفرمایید. نمادها و مصادیق زیادی نقض حقوق مهاجرین به ویژه مسلمان‌ها در فرانسه داره که میشه اون رو دست کم در 4 دستبندی جای گذاشت و ارائه کرد. یکی مسئله خود اصل مهاجرتشون، عمده ترین راه مهاجرت مهاجرین مسلمان از شمال افریقا هستش که با قایق‌ها و از سواحل افریقا به سواحل فرانسه و ایتالیا میان و گاهی در قایق‌های ناایمنی هستند که مقامات پلیسی در جنوب فرانسه و ایتالیا مانع از پهلوگیری قایق‌های ناایمن اینها میشن که اینا روزها و هفته‌های بسیار دشوار بدون وسایل ایمنی لازم روی دریا میمونن و مجامع حقوق بشر به این مسئله اعتراض دارند و بسیاری از این مهاجرین در این مسیر کشته میشن و مقامات ایمنی و پلیسی فرانسه و ایتالیا جنوب اروپا اینها رو نجات نمیدن. دو مسئله بعد از اینکه وارد فرانسه میشن برای کارت اقامت و پذیرششون و در واقع پذیرش مهاجرتشون و پناهندگیشون با مشکل مواجه میشن. مسلمان‌ها تحت تبعیض قرار میگیرن، کارشون دیرتر انجام میشه از سایر مهاجرینی که از سایر ادیان وارد خاک فرانسه میشن.
سوم مسئله استخدامشونه، بارها مسئله تبعیض مسلمان‌ها که در واقع با اسم‌های کوچیک محمد، علی، حسن، حسین هستن، تحقیقات انجام شده که اینها استخدامشون با تبعیض مواجه میشه، علی‌رغم اینکه کیفیت دارن، علی‌رغم اینکه از نظر توانایی کاری اینا مورد آزمایش قرار میگیرن، ولی به نفس مسلمان بودنش و داشتن اسم‌های اسلامی اینها رو مورد تبعیض قرار میگیرن، در کرایه کردن منزل، باز کردن حساب بانکی و در چهارمین مرحله هم در انجام عباداتشون و در مساجدشون و داشتن اماکنی برای نماز جماعت هاشون، نماز جمعه هاشون، معمولا با تبعیض و سختگیری و فشار دولت فرانسه قرار میگیرن که این رو خود مجامع حقوق بشری فرانسوی هم بارها و بارها این رو گفتند و اعتراض کردند. بله، آقای میردامادی، ریشه اصلی این نقض‌ها رو چه میدونید و آیا قابل از بین رفتن هستن؟ بله، قابل از بین رفتن هستن اگر که یک اراده‌ای در هسته اصلی قدرت در غرب و به ویژه در فرانسه به وجود بیاد که این خیلی در کوتاه مدت دیده نمیشه. ریشه این برخوردها در نگاه خودبرتربینی غربی‌ها هستش نسبت به مسلمان‌ها و اینکه نمیتونند این تشخیص رو بدند که بین یک اقلیتی به عنوان جریان اسلام سنی ارهابی با کلیت مسلمان‌ها که با این جریان ارهابی افراطی سنی تروریستی در واقع زاویه داره، این رو تفکیک بدن، اون اقلیت ارهابی رو تعمیم میدن به کل جامعه مسلمانان و کل مسلمان‌ها باید هزینه جریان‌های سنی افراطی ارهابی وابسته به جریانات داعش و القاعده و طالبان رو در اروپا باید پرداخت کنن. از اون طرف مسئله یهودی ستیزی رو در کنار این میگنجونن، در حالی که یهودی ستیزی اصلا تعدادش و گستردگیش بسیار غیر قابل مقایسه است با اسلام ستیزی و اسلام حراسی و اون رو براش جرم انگاری کردن در مقررات فرانسوی، در حالی که اسلام حراسی و اسلام ستیزی در مقررات فرانسوی هرگز جرم انگاری نشده. از اون طرف هر کس کوچکترین انتقادی به رفتار خشونت آمیز دولت اسرائیل در قبال مسلمانای فلسطینی انجام بده، او رو متهم به یهودی ستیزی میکنن و او رو محکوم میکنن، ولی از اون طرف اگر رسانه ها بیان جریانات ارهابی سنی افراطی رو تعمیم بدن به کل اسلام و مسلمان بودن رو با تروریست بودن برابر بگیرن در رسانه ها، که این رو ما کرارن دیدیم و شنیدیم در اخبار، در فیلم، مستندها و در اخبار رسانه های جمعی، کسی اگر شکایت هم بکنه به این شکایت رسیدگی نمیشه. این مهمترین تبعیضی است که روح و روان مسلمان ها رو در غرب و ویژه در فرانسه آزار میده و به نظر نمیرسه در کوتاه مدت راه حلی براش پیش بینی شده باشه. بله، با تشکر از آقای سراج الدین میردامادی که از فرانسه با ما همراه بودند.